به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان عزیز بنده مهدی شمشیری هستم فارغ تحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید در خدمت شما با آموزش جامع درس استاتیک ما داخل درس استاتیک در رابطه با نیروها و گشتاورها صحبت می کنیم و می نحوه محاسبه نیروها و گشتاورهای داخل یک جسم رو با هم دیگه داخل این آموزش یاد بگیریم قبل از اینکه ما مفاهیم اصلی در رابطه با استاتیک رو شروع کنیم میریم سراغ مفاهیم اولیه و میخوایم در رابطه با مفاهیم مقدماتی و اولیه که داخل استاتیک وجود داره آشنا بشیم ما برای اینکه یک قطعه رو بخوایم طراحی کنیم حتما باید نیروهای اون رو بشناسیم و نیروهای اون رو بتونیم که محاسبه کنیم بدون دونستن نیروها ما نمیتونیم قطع ای رو طراحی کنیم در استاتیک نیروها و گشتاورها محاسبه میشه همونطور که بهتون گفتم و هدف اصلی داخل استاتیک اینه که ما بتونیم نیروها رو محاسبه کنیم و مثلا نیروهای استکاکی رو محاسبه کنیم و غیره بریم سراغ گرایش های مختلفی که در زمینه رشته مهندسی مکانیک وجود داره مکانیک اجسام صلب که اجسام تغییر شکل ناپذیر رو برای ما بررسی میکنه که با اعمال نیرو اون شکل و جسمی که داریم تغییر شکل نمیده بحث بعدی مکانیک اجسام شکل پذیر هستش که با اعمال نیرو تغییر شکل داخل اجسام ما شاهد هستیم برای اجسام صبح ما به اونها ریجید بادی هم میگیم اجسامی که تغییر شکل پذیر هستن رو داخل مقاومت مسئله شما بررسی میکنید و یاد میگیرید یعنی با اعمال نیرو چه تغییر شکلی داخل تیر اعمال میشه که این مفاهیم تماما داخل مقاومت مساله بررسی میشه مکانیک سیالات که مربوط میشه به گازها و مایه ها که خارج از بحث ما هستش و ما این بحث رو نمیخوایم بررسی کنیم ما به اجسام سرب کار داریم که خودشون به دو دسته تقسیم میشن پس مکانیک اجسام سرب در زمینه دینامیک یا داینامیک و استاتیک تقسیم بندی میشه که استاتیک اجسام ساکن رو مورد بررسی قرار میده و نیروهای وارد به اجسام ساکن رو بررسی میکنه اما دینامیک اجسام در حال حرکت رو مورد بررسی قرار میده و نیروهای وارد بر اجسام در حال تحرک و حرکت رو میتونید داخل دینامیک بررسی کنیم که خودش یک بحث و درس جدا هستش و شما میتونید این بحث رو داخل درس دینامیک به صورت مفصل یاد بگیرید اما ما وارد شاخه اصلی میشیم و میخوایم در رابطه با استاتیک صحبت بریم سراغ تعریف کاملتر در زمینه استاتیک و بیشتر این بخش رو یاد بگیریم شاخه از علم مهندسی هستش که به سامانه های فیزیکی در حال تعادل و ایستایی میپردازه پس ما باید در حالت تعادل و حالت ایستایی داشته باشیم تا در زمینه استاتیک بتونیم اون موضوع رو بررسی کنیم تعادل ایستا حالتی هستش که در آن مکان نسبی زیر سامانه ها نسبت به یکدیگر تغییر نکنه پس هیچ تغییری نداشته باشیم یا اینکه اجزا و سازه ها در اثر اعمال نیروی خارجی در حالت ایستا و سکون باقی بمونه در حالت تعادل ایستا سامانه مورد نظر یا در حالت سکون است یا مرکز جرم اون سامانه با سرعت ثابت حرکت میکنه پس دقت کنید که هم میتونه سکون باشه یا یعنی اینکه حرکت ما شتابدار نباشه و سرعت کاملا ثابت باشه استاتیک پایه‌ای ترین درس رشته مهندسی مکانیک و عمران هستش که شما باید روی این درس به تسلط بالایی برسید تا دروس بعدی رو بهتر و کاملتر بتونید درک کنید پس من پیشنهاد میکنم که حتما این آموزش رو با دقت مشاهده کنید بعد از اینکه آموزش رو مشاهده کردید در انتهای فصل ما مثال ها و تمرین هایی رو داریم که حتما قبل از اینکه شما جوابش رو ببینید خودتون باید حلش کنید تا خودتون رو محک بزنید پس قبل از اینکه جواب رو ببینید خودتون یه تستی کنید اون مسئله رو حل کنید تا مطالب تدریس شده رو بتونید بهتر و کاملتر درکش کنید بریم سراغ موضوع بعدی و میخوایم در رابطه با انواع کمیت های فیزیکی آشنا بشیم ما به صورت کلی کمیت رو میتونیم به این صورت تعریف کنیم که هر چیزی که قابل اندازگیری باشه کمیت نام داره پس حالا فرق میکنه که جهتدار باشه جهتدار نباشه یا مثلا دما باشه محیط باشه نیرو باشه هر چیزی که ما بتونیم اونو اندازگیری کنیم کمیت نامیده میشه کمیت ها به دو صورت اسکالر یا نرده ای و کمیت های برداری تقسیم میشن کمیت های اسکالر یا نرده به این صورت هستن که جهت داخلشون اصلا اهمیتی نداره یعنی دما ما هیچ جهتی براش نداریم جرم و همینطور انرژی رو همینطور هیچ جهتی براش در نظر نمیگیریم اما کمیت های برداری با جهت تعریف میشن یعنی نیرو جهتش باید مشخص باشه که در چه جهتی نیرو داره وارد میشه سرعت بسیار مهمه ما زمانی که در رابطه با سرعت صحبت میکنیم و جهتمون سرعت رو هم بدونیم شتاب هم همینطور جهتش برای ما مهمه و باید ما جهت شتاب رو هم بدونیم پس کمیت هایی که جهت دار باشن جزء کمیت های برداری قرار میگیرن اما ما میتونیم یک کار رو تقسیم بندی دیگه ای هم داشته باشیم ازشون و میتونیم یک کار رو به دو قسمت ها یک های اصلی و یک فرعی تقسیم کنیم یکاهای های اصلی یکاهای های مبنای ما هستن که یکاهای های فرعی از روی اونها ساخته میشن ما میریم سراغ اسلاید بعدی که در داخل این قسمت ما یکاهای های اصلی رو قرار دادیم که زمان، طول، جرم، مقدار ماده، دما، جریان الکتریکی و شدت روشنایی قرار گرفته و ما یکاهای های فرعی رو از روی این یکه ها میتونیم به دست بیاریم کمیت زمان نام یکاش ثانیه هست و نماد یکاش هم اس هستش و برای بقیهش هم شما میتونید مطالعه کنید و دیگه من اینا توضیح نمیدم پس یکای اصلی اینا هستن که ما یکای فرعی رو از روی اینها میتونیم به وجود بیاریم داخل قسمت بعدی از آموزش میریم سراغ استاتیک زربه و میخوایم موضوع بحث استاتیک رو شروع کنیم و مطالب رو کاملتر و جامعتر با هم دیگه یاد